ای بابا امشب اینو زفرش میکنم. اینو میخوای چیکار بکنی؟ ها؟ میبخشمش. خب معلومه میفروشمش دیگه. پسرعمود دنبالم چی مدلیه بگم بیاد ببینه. آخه تو خودت کی هستی که پسرعمود کی باشه؟ بعد در ضمن من با آشنا معامله نمی کنم. ببین چرا؟ دو سال دیگه اتفاقی براش بیفته میخواد بیاد خر منو بگیره، منم بچه آبرودا. حالا قضیه 0 کیلومتر چیه؟ خالی نبم. مشتی خالی چیه؟ اما مرده یه عرص کلون بهم رسید. آشم چمهی داشتم خوش به حاله. پیدا کن تو هم پیدا کن. بعد بهش تکیه نده بابا این ماشینه دیگه. ماشینه دیگه. خب شب میخوام بفروشم اشه. بعد هم اینجاست. یه لحظه تشریف داشته باشی. والا والا شما کار داره. واسه که گفتم که امروز کار نمی کنم، ماشین صفر گرفتم، فردا در خدمتم. فکر نکنم فردا بتونی بری. کارت اشتغالتو بده. جناب علی؟ باز دست اتحادیه. کارت اشتغال. خدمت شما. در اختیار شماست. باز داشت. آقایون کی باشه؟ واسه چی؟ سلطان افشاری هستم از پلیس آگاهی. آقایی واسه چی آقا؟ شیف میان اونجا در خدمت ما هست. با آقا بازوکی جام سوری یه دقیقه بازوکی بازوکی یه زنگ به خونه من بزنم بگو من تو هفت سلاقش میدم. این آشه اون واسه من پخته. ولی منو چه به این برنامه ها بابا بشو که همو از هفت دار میان بالاخره بابا من یه تلاقش میدم. بابا شما بابا مگه قاتل گرفتی؟ من یه تلاقش میدم. غزل خانم، این دفتر خاطرات منه، اما امروز اهمیتش تو چیز دیگه ایه. اونم اینه که مامورای پلیس با خوندن قسمت های از این دفتر متوجه میشن که مسئول مرگ شما نیست کسی دیگه ایه، نه برادر شما محسن. از طرف من این اختیار رو داریم تا برای روشن شدن حقیقت و بیگناهی محسن این دفتر خاطرات رو به مأمورین مربوطه تحویل بدیم. با احترام آصف. مشتا جب ها چته؟ آقا تو فکر بودم یه دفعه که صدام کردی خوف کردم جان شما. این صدام خوف داره؟ نه آقا خدا نکنه قربون اون صداتون برم. از وقتی شنیدم که آزمین این دل من شده پرغصه. عرفتن من؟ ها والا آخه که شما چیزی به من نمیگی. من همینجوری یه دفعه ای از آقا خانم شنفتم. قربون قدت برم. 20 ساله که جلو چشمی. از وقتی که اینقدر بودی. خب دل دیگه. بل میشه. 20 سال کمه؟ منم دلم برات تنگ میشه مشرجم. حالم خوش نبود. گرفتار بودم. وگرنه میومدم پیش دوباره برامون خاطره ها رو تعریف میکرد. ای آقا شما ما رو دست میندازی. آخه خاطره های من به چه درد شما میخوره ماشاءالله. یه کاری دارم باهات، یعنی یه زحمتی برات دارم. ای آقا زحمت شما رحمته. چه به این حرفا. بفرمایید رو چشم. مشتا جب
یه دقیقه بیا. بفرمایید آقا. خوبی؟ خیلی ممنون. چه خبر؟ خبر نیست آقا. سلامتی شما. تو به بیاتون. آقا ببخشید میشه امرتون همینجا بگین؟ من چکمه هم خیسته، ممکنه فرشو خراب. بیا تو، انقدر چونه نزن با من. بیا تو. چشم آقا. دارو ببند. مشت عجب میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم. بله آقا میدونم. آصف چی میگفت؟ آصف؟ هیچی آقا، خداحافظی میکرد. آقا خدا به سر شاهده، از همین حالا دلم براش تنگ شده. خب خدایش میدونین، چون پسر خیلی خوبی. میدونم، اینا رو میدونم. دیگه چی میگفت؟ دیگه؟ هیچ آقا، همین که گفتم دیگه، هیچ همین. دیگه چیزی نمیگو؟ نه آقا، به خدایی چی نمیگو. این بولیزتو بزن بالا؟ ها؟ بولیزتو بزن بالا؟ بولیز؟ بگی کری؟ گفتم بولیزتو بزن بالا؟ آخه چی؟ بالا نمیره؟ بزن بالا، بزن بالا. این چیه ماشه؟ بده من ببینم. زود باش، بده من چیزه آخه؟ بده به من. این چیه؟ اینو خرابت کجا بدی؟ آقا هیچا. قرار بود کجا بدی؟ این آقای شلوی خانم غزل. وای وای وای، و تو میخواستی اینو به من نگی؟ نه. این موی سفید و کمر شکسته و این 40 سالی که به من خدمت کردی به دادت رسید. الان از جلوی چشم من دور شو. برم گم شو. چش آقا، چش. ببین. بله. اگر از این قضیه آصف بویی ببره، دیگه اون چیزایی که اونجا بهت گفتم رو در نظر نمیگیرم. اون وقت زنده زنده میسوزونمت، آتیشت میزنم. برو. باشه آقا. چش، چش، چش. یه سوال داشتم. بعدم. برای چی؟ بعدم. آخه چی شدی؟
آقای آور، زندگی ما عین مشق مدرسه است. مشق مدرسه را هم ما از رو دست شما می نوشتیم. پس هرچی شما بنویسی و بگی عین درستیه. به نظر من کار خوبی کردی. اما عین شاگرد تو محضر استاد میگم، فضولی نباشه. بهتر صداش در نیاد. یه همچی کاری بالاخره صداش در میاد. هرچی دیرتر بهتر. تا معلوم بشه چی به چیه. آقای آور، شما خلایق رو بهتر میشناسید. یه کلاغ رو چهل کلاغ نمیگن، 400 تا میگن. بهتره تو دهن نیفته. هزار تا دوست داری، دشمنم داری. فعلا نه به داره نه به باره. کلاغه شطور سواره. شطور زیر پای بددل و بدخواه نده آقای آور. چشم هرچی شما بگی ها چقا. در ذهن میدونم حال و حوصله‌تون به راه نیست، اما جلسه صنفه. اکثر همکارا از شما حرفشنومی دارن. خواهشم اینه که فردا قدم رو چشم من یکی بذارید. تنهایی حریف نیمندی نمیشم. باشه، چشم ها چقا در خدمت هم. پس با اجازتون تا فردا. عیدتون هم پیشا پیش مبارک. خیلی ممنون از آقابر شما ممنون. خدا حافظ. سلام. بفرمایید. اجازه میفرمایید بیام تو؟ بیا، اومدی تو دیگه. اومدی فقط منو تماشا کنی یا کار داری؟ اول واسه یه کاری اومدم، ولی وقتی دیدمتون خواستم یه دل سیر نگاهت کنم. آخه 20 سال دلم میخواست ببینمت. نمیدونستم تو این دار دنیا یه خاطرخواه اینجوری دارم. عوضی نگرفتی؟ ممکنه خودم رو تو آینه عوضی ببینم، ولی یاور چلویی رو هیچ وقت عوضی نمیگیرم. من پدر سرگرد تباف‌زاده هستم. عجب. همون؟ همون. بشین. پسرت پسر خوبیه. خدا بهت ببخشتش. سوای رحمت اون کرم شما باعثشه. اولین باری که شما رو دیدم قصد داشتم خودم رو بکشه. همون موقع اینو بهم گفتی. شما فقط یه چرخ طوافی پر میوه من ندادی نهای چلویی. شوق زندگی بهم دادی، دلیل جنگیدن. من هنوز اون چرخ طوافی رو دارم، تو مغازمه. به خاطر این نیستش که شما رو فراموش کرده باشم، چون همیشه به یادتونم. به خاطر اینه که یادم باشه عشق به زندگی، داشتن یه رویا و رسیدن به فردا وسیله و نشونهش چیز خیلی گنده و قیمتی نیست. یه چرخ طوافی هم بتونه به آدم بگه برو تا برسی. حالا رسیدی؟ شما بگید رسیدم. من بگم؟ بله. تازگی ها حاصل زندگی مو دیدی. پسرم رو میگم، به هم بگو رسیدم یا نه. چه جوره؟ تو بهش گفتی از کاری که واسمون کردی خدا رو شکر میکنی، اینجوری به من گفته. ولی من باورم نشد. باورت بشه، اینه من گفتم، راستم گفتم. حتی با اون کاری که اون وظیفه شده. اگر اون به خاطر کار 20 سال پیش من واسه نوه من نوشابه با میکرد،
وظیفه‌شو با کار اون روز من تاخت می‌زد، دل من می‌گرفت. می‌فهمیدم اون کار اون روز من اگه یه قدمم بوده، قدم بیخودی بوده. هم کار من قدم بیخودی بوده، هم الان نمیتونستم به تو بگم که رسیدی. اما رسیدی آقا، سوتت هم از هم. چلایی پاشو بیا. جناب سرگرد، محسن چلایی. سلام. سلام. گفتم برات پتو اضافه بیارن. اینجا به گرمی خونه نیست. ممنونم. من لباسم گرمه. سرگربان. بله جناب سرگرد. غذا چی داریم؟ عدس پلو جناب سرگرد. اگه چیز دیگه ای میخوایی میتونم بگم تهیه کنم. نه ممنونم. من عدس پلو دوست دارم. خیلی خوب. برو. با اجازتون. سعی برو برو. ببینش. بیست سال پیش بند خدایی رو با بچه 10 سالش تو آشپزخونه ما میگیرن. دارن یه چند شبی هم اونجا میخوابیده. پلیس میاد اینا رو میگیره ببره که آقام نمیذاره. بعدش هم ما یه چرخ توافی داشتیم که میوه روشیم. آقام میگه برین روشو پر کنیم میوه، بعد میده به اون بند خدا که بره کاسبی کنه. الان اون پسر بچه 10 ساله سرگردی شده که پرونده محسن زیر دستشه. این که خیلی خوبه، یه جوری آقا جون گردنش حق داره، یعنی میتونه یه کاری واسه محسن بکنه. یه کاری که نه، خیلی کارا. یعنی چی کار بکنه؟ خب خیلی کارا میتونه بکنه، همه چی دستمونه دیگه، مگه نه؟ یعنی میتونه بگه نه کسی اومده، نه کسی رفته، نه کسی به اون راننده آژانس باج داده، نه کسی نمره ها رو دستکاری کرده. اصلا میتونه بگه شامیز نمرده. این حرفای علکیه. چرا مسخره میکنین آقا جون؟ من که اینو نگفتم. آره نگفتی. اما جمال تو یه چیزی یادت رفت بگی. چی آقا جون؟ اون چند شبی که این مرده با بچهش تو آشپزخونه میخوابیده، هر شب ظرف و ظروف آشپزخونه رو، دیگ و دیس و قابلمه با قاشق و چنگل و همه اینا رو میشستن. میدونی واسه چی؟ نه. تو اون یخچال 200 سیخ کباب بوده. هر شب یه سیخ از اون 200 سیخ کباب رو میذاشته رو اجاق، میپخته، میداده بچه گشنش بخوره. و واسه اینکه مدیون من نشه، بچه رو تا صبح وادار میکرده ظرف و ظروفای آشپزخونه رو بشوره. اون پسر یه همچی پدریه. اون وقت فکر میکنین اون این کار رو بکنه؟ حتی اگه من ازش بخوام میکنه؟ نه. دیگه این بار فقط واسه تو میرویسم. شاید خوندن این نوشته یه روزی بتونه خاطرات خوب همون رو بتونه. بهت گفتم دنیا عوض نشده. هنوز تو شامیت هست، یاور هست، رفاقت هست. آدم فقط باید جرأتش رو پیدا کنه. اشتباه میکرده نیست. یاور مرده، همونجور که شامیز مرده. رفاقت تو جوان مردیه. هیچی مثل گذشته نیست. باید آدم باور کنه دنیا عوض شده. دنیای دیروز نیست. دنیایی که پدر و پسرشون مردونگی و معرفت و درست رو یاد میدادن دیگه نیست. کلاس درس پدرها واسه پسراشون درس عجیبیه. صبح 8 تا آموزش معرفتی، 2 تا 4 آموزش نامردی، 4 تا 5 کلا مردی، 5 تا 6 پسر دیوونه احمق چطور میتونه
خون من تو رگای همچین گوساله‌ای باشه. نظر اینا چیه داری میذاری؟ من گفتم یه کوله میبرم، جا ندارم ببرم این. این سرگردن برات گذاشتم، هوای اونجا خیلی سوز داره، حسابی سرگردن تو. نظر بابا جان، مگه داره میره کبیر لوت بابا جان؟ اینجا نمونه. این کلوه. ما این چی الان؟ مگه نمیبینی؟ یه مش آجیل و فندق و پسته است. تو هواپیما اگه دلت ضعف رفت که چیزی باشه بذاری تو دهنت بسرم. من نمیفهم یه کیسه انقدی واسه یه راه دو ساعته من دلم ضعف نره. نزار آقا نزار. بابا راست میگه دیگه بچه خانم، ولی میره پیکنیک. امان از دست شما پدر و پسر. چی میزونی؟ به فریبوز گفتم تا فرودگاه برسونده، همونجا وایس تا هواپیما پرواز کنه. خانم، فرید خانم، دل بکن، ترافیک میمونن ها. بله، چشم، چشم. وامیستی، هواپیما که پرواز کرد، برمیگردی اتحادیه من اونجا. چشم. نه، اصلا هواپیما که پرواز کرد به من زنگ بزن. بریم، بریم. چشم. بریم، آصف جان بریم. خب، شما که متخصص این کارین، اگه کسی هم نخواد حرف بزنه، از زبونش میکشین. حالا به ما که چیزی نگفته. خودتون از طریق شما متوجه بشیم قضیه چی هستش. بالاخره میفهمین آقای چلویی. قراره امروز دوباره باهاش صحبت کنم. ما میتونیم باهاش حرف بزنیم. گفتم شاید یعنی من نمیتونم با پسرم حرف بزنم. نه متاسفم. ببیا ما که نمیخوام کمکش بکنی یا ارفاق بهش بکنی یا چه میدونم. عبدالفضلی این خیلی سختگیریه دیگه. ما در حال تحقیقات هستیم. من میخوام دو کلوم با نوام حرف بزنم، شاید تونستم راضیش کنم. اگه میشد که قبلا راضیش کرده بودین. شما خودتون نوبتون رو بردین اینجا آقای چلویی. اگه قرار بود حرفی بزنه همون موقع گفته بود. بیا تو. قربان متهم اینجاست. بیاش داخل. یه بشین.
سرکار در ببند. خوبی آجون؟ هستیم یا میریم؟ مهمونی که نایمده میریم. جایی بابا چته؟ چیه داری نگاه میکنی ها؟ برای همیشه که نمیتونی ساکت باشی و حرف نزنی. من میخوام کمکت کنم. من به کمک کسی احتیاج ندارم. به کمک احتیاج نداری؟ مثل این که اصلا نمیدونی تو چه درد سری افتادی. تو در زمان قتل یه آدم به اعتراف خودت اونجا بودی. چرا بودی؟ دلیلت بی پایه و اساسه. بعد فرار کردی. چرا فرار کردی؟ دلیلت قابل قبول نیست. بعد رفتی به یه راننده باج دادی که از حضورت اونجا تو دوربر دانشگاهش حرفی نزنه. چرا؟ بازم حرفات پذیرفتنی نیست. تو بعد درد سری افتادی آقای چلویی. حرف بزن تا اتهامی قتل به گردنت نیفتاده. هر چی میدونستم بهتون گفتم. همه چی رو. یعنی هنوز نمیخوای بگی چه کسی اونجا باهات بوده؟ تنها بودم. گفتم که پس میشه بگی چه کسایی ورقه امتحانی تو رو دستکاری کردن؟ من خبر نداشتم. خیلی خوب. باش. احتمالاً دوست طرفای بهتری داشته باشه واسه ما. سرمان سیفی بگو بیا تو. ببین من نمیخوام تو دردسر بیفتی. برعکس. میخوام از دردسر خلاصت کنم. ولی بعد خودت هم بخوای. بیا تو. خسته نباشید جناب سرگرد. امری داشتید ببنده؟ برید آصف نیوندی بیارید اینجا. بله چشم قربان. یه دقیقه صبر کن. مادر آصف نیوندی سکته کرده بیمارستانه. اگه به خود آصف زنگ بزنی خودش میاد اینجا. دیگه لازم نیستش که ببینید واقعا حال مادرش بده. خدای نکرده اگر یه چیز ناجوری هم پیش بیاد دیگه معلوم نیستش. خواهش میکنم اگه ممکنه هم تلفنی بهش بگین آصف خودش میاد. دیگه مادرش چیزی نفهمه. خواهش میکنم. برو داخل. من دیگه میرم کاری نداری. نه بابا باید میام تا پروازت بپره. بریم. چیه؟ بهت گفته بمونی مطمئن شی من رفتم بعد بری؟ یا میترسه پشیمونشم برگردم؟ ببین شوهر خواهر عزیز من انقدر تو گند رفتم که بخوامم دیگه نمیتونم برگردم. اینو برو بهش بگو بذار خیالش راحت شه. همین حالاش هم رفیق خوشخیالم منتظر من برگردم حقیقتو بگم اون خلاص شه. من تو خیر خیره رفتم تو گل. Thank you.
اسم شریف تو؟ آصف نیوندی. سفر خوبی داشته باشه. ممنون. الان راحت شدی برو دیگه. آصف جون، آقا جونت گفته تا لحظه پرواز. ها؟ تا لحظه پرواز، برو خیالت جمع. چلوی، باشو بیا. مهری بیاره شما. بیا تو. چقدر این آصف نیوندی رو میشناسی؟ خیلی، رفیقمه. چه مدته؟ خیلی ساله، از بچگی. پدر بزرگ من با پدرش شریک بودن. بعد از اینکه شراکتشون به هم خورد و از هم دیگه جدا شدن، ما جدا نشدیم. از اول دانشگاه با همین تو همین حالا. پس رفیقای جونجونی واقعی هستین؟ فکر میکنم. سروان با دوتا مامور رفتن در خونه آقای نیوندی. من به شما گفتم که نرین. آقای محسن چلویی، دوستتون خونه نبودن. از قضا کسی هم که در برای مامور ما باز کرد مادر ایشون بود که هیچ خبری از پسرش نداشت. غیر ممکنه. مادر آصف سکته نکرده، تو بیمارستان هم بستری نبوده. اتفاقا وقتی با مأموره ما صحبت میکرده خیلی سالم و سلامت بوده. اینطوری نیستش. من خودم رفتم بیمارستان. و با چشمای خودت دیدی که مادر آصف اونجا بستریه؟ نه ندیدم، چون خود آقای نیوندی سر رسید. جناب سروان به اون بیمارستانی که تو گفتی سر زده. تو دو هفته اخیر هیچ خانمی با این مشخصات اونجا بستری نبوده. نه اصلا اینطوری نیستش. من میدونم شما میخواین چی کار بکنین. اینم جزوی از نقشتونه دیگه. آره مثلا که چی؟ آصف نیوندی به من دروغ نگفته. حال مادرش بده، تو بیمارستانه. شما هم نمیتونیم با این کاراتون. نمیتونیم چی؟ نمیتونیم چشم تو رو به حقیقت باز کنیم؟ پسر بذار کمکت کنم. ببخشید اگه با من کاری نداری، من میخوام برم بازداشتگاه. من همه حرفامو زدم، گفتنی هم گفتم. ببش بازش کن. بله چشم خوبم. به نظرم دیگه وکیل لازم شدی. انگار یه جور دیگه شده بود اصلا. تنها قسمتش که دلمو خوش کرد همین بود. عینه یه مرد شده بود. سرپا. آروم. حتی به نظرم اومد. به نظرم یه لبخندم بهم زد. زندگی چاله چوله زیاد داره. سر زانوات زخم میشه. اما راه رفتن و وایستادن و رسیدن رو یاد میگیری. به نظرم داشت یاد میگرفت. حالا میخواین چیکار کنی شما؟ الان که باید برم جلسه صنفی. با این حال روز؟ باید برم. این نیوندی دندون تیز کرده واسه ریاست سن. من که ازش بدم بیاد و مرامش نگرانم میکنه. میدونی یه آدم ناجور آبروی سنف رو میبره.
قضیه محسن رو کسی میدونه؟ نه، به حاجی گفتم. بهتره فعلا حرفشو نزدم. معلومه دیگه. مخصوصا آدمی مثل نیوندی اگه قضیه رو بفهمه کاری میکنه که دیگه حرف شما پیش هیچ خریدار نداشته باشه. بعیدم میدونم این فرصت رو دست بده. ای به دنیا همینه. میگن آدمی رو تو قبر آدم دیگه نمیخوابونن. آقا مردم این زمونه این کار میکنن. بعد جلسه خوامنم پیش دکتر فرامرزی. وکیل خوبیه. کار محسن داره بیخ پیدا میکنه. فعلا. خوش راحتم کن.